دولت دست بکنه در از موازه اشکینت. اولویت ایران همواره حفظ برجام بوده و الان هم هست. متماکان اولویت اون حفظ برجام هست. البته بارها تاکید کرده این برجام توافق جمعی است و بقای آن بدون پایبندی همه طرفین توافق و تعهدات خود قطعا امکان پذیر نیست. سخنان رئیس جمهور در ژاپن موضع جدیدی نیست. از همون نخستین روزهای پس از برجام ما بارها مشروط بودن حضور ایران در برجام به تأمین منافع ملی کشورمون رو شفاف و رسمی اعلام کردیم. هنوز تغییری در مواضع برجامی ما رخ نداده. مشغول رصد مواضع شرکای ما در برجام هستیم و قطعا اگر به اون نتیجه برسیم تصمیم رئیس جمهور دنبال خواهد شد و متناسب با مواضع مثبت یا منفی و خونسای اونها تصمیمات خودمون رو به موقع اتخاذ خواهیم کرد. اما اجازه بدید که به بهانه سوال شما به این موضوع اشاره بکنم که یه قضاوت غیر منصفانه ای از اینکه دولت همه چیز رو متصل کرده به برجام یا نتایج خارجی، من تو این سخنگویی فرصتی نیست در یادداشتی خواهم نوشت. هیچ دولتی به اندازه این دولت روی توسعه زیر ساختها کار نکرده. در مسائل آب مناطق محروم، مسائل برق، مسائل زیر ساختهای اینترنت، در همین الان کاهش واردات و کمک به تولید ملی خیلی صورت گرفته و من به نظر من یک انگ برای این که ما دیپلماسی فعال نداشته باشیم. همونجوری که در مقدمه صحبت کردم ما سیاست دو ستونه داریم. ما اقتصاد داخل رو باید قوی کنیم، مردم رو باید بیشتر همراه کنیم، بیشتر در کنار مردم قرار بگیریم، باید مردم رو توجیه کنیم نسبت به مشکلاتی که ناشی از تحریم هست، در کنارمون دیپلماسی داشته باشیم، قوی کردن خودمون، اقتصاد خودمون و فعالیتی که بالاخره ما تحریم رو حق ملت ایران نمیدونیم. تحریم ظلمیه که به ما آمده و انگار ما بگیم که ول کنیم زیر ظلم فعلا زندگی کنیم تا آثار ظلم رو عبن ببریم. نه، ما هم آثار ظلم رو باید عبن ببریم، هم باید تلاش بکنیم که این ظلم از بین بره.